نارنجی جذاب فقط یه دونه ازش تو کل دنیا وجود داره. اسمش رنج روور ووک هستش. تولید 2023، 0 کیلومتر. برند کیوانی دیزاینش کرده، کربن کیت هستش و قیمتش توی امارات 1,400,000 درهم هستش. خب حالا ما میخواییم بریم ببینیم برند کیوانی که این ماشین رو دیزاین کرده چه تغییراتی توش ایجاد کرده و چه چیزایی بهش اضافه شده. پس با ما همراه باشید ببینیم دلوروده ماشین چه خبره توش. خب اولین تغییری که برند کیوانی توی این ماشین ایجاد کرده و برای من جذابترین قسمت این ماشین هستش اینه که شما یه کنترل دارید برای تنظیمات رنگ سقف کهکشانی این ماشین. به این صورت روشن میشه، تشریف بیارید نگاه کنید، این دکمه خاموششه با این روشن میشه. اینجا شما یه دایره رنگ بندی دارید، میتونید رنگو به دلخواهتون تغییر بدید، سبز، زرد، نارنجی، آبی، هر رنگی که دوست دارید، هر رنگی که لباسی اون روز اگه پوشیدید سبز، زرد، نارنجی، آبی میتونید ست بکنید. اینجا دو تا علامت داریم برای کم و زیاد کردن نور. من حالا میخوام دلم میخواد زیادش کنم. اینجا چند تا حالت داره، یکیش روشن خاموش میکنه، یه حالت رقص نوری داره، یکیش تک رنگ میذاره، یه دونه دیگه هم هست که هفت رنگه. حالا من به ترتیب براتون میزنم ببینید. این حالت هفت رنگشه، اینها همه یه رنگو با هم دیگه روشن میشن. اینجا یه حالت رقص نور داره، رنگ و رنگه، یعنی یه تایم سبز، زرد، قرمز اینجوری روشن میشه. یه دونه دیگه هم هستش، اینم یه مدل دیگه است، روشن و خاموش میشه و هر باری که روشن میشه یه رنگ دیگر رو بهتون نشون میده. خلاصه کلی با این سرگرم میشین با همین کنترل. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought in. یکی از تغییرات عمده‌ای که توی این ماشین می‌بینید سپر جلویی هستش که کلاً فیبر کربن کار شده و دوباره توی این قسمت‌های بالای گلگیر جلو می‌بینیم که فیبر کربن کار شده این قسمت‌ها و یه مقدار اومده بیرون از ماشین و این رینگ بسیار جذاب رو اینجا داریم. این دوتا قسمتی که اینجا می‌بینید اینا هم فیبر کربن کار شده و این قسمت روی کاپوت یه نمایی از فیبر کربنه که اینجا فیبر کربنه و کم 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 رنگ میشه و رنگ خود اصلی ماشین هستش. پایین رکابا کلن فیبر کربن کار شده. همچنان ما توی این قسمت بالای گلگیر عقب هم در از فیبر کربن داریم و سپر عقب این ماشین که کامل عوض شده و ببینید که چقدر دیزاینش جذابه و کاملا از فیبر کربن ساخته شده و این یکی از تکنیک های مجموعه کیوانیه که تو کل بدنه ماشین از فیبر کربن استفاده میکنن و دو تا بال عقب هم همچنان از فیبر کربن استفاده شده که باعث میشه این ماشین با مدل های معمولیش متمایز بشه و در جهان یه دونه ازش وجود داره. خب بریم ببینیم روی در این ماشین طراحیش به چه صورته و چه شکلیه. ببینید این قسمت ها فیبر کربن کار شده و برند کیوانی رو اونجا هک کردن، به اضافه اینی که با این چرم نارنجی بسیار ترکیب جذابی شده. این قسمت ما برای تنظیم صندلیامون هستش، صندلی راننده و یه مموری سه حالته اینجا داریم. این قسمت برای بالا پایین رفتن شیشه هاست، تنظیم آینه ها و اینجا هم دستگیره جذاب این ماشینه. اینجا هم که قفل و باز شدن درها از اینجا تنظیم میشه
یک باند بسیار جذاب و با کیفیت هم اینجا داریم و اینجا هم میتونیم وسایلمونو بذاریم. البته که یه باند دیگه هم اینجا هست، یعنی در مجموع دو تا باند روی در کار شده. خب بچه ها بریم ببینیم که قسمت آمپر ماشین و این مانیتور جذاب به چه صورت عمل میکنه. وقتی که وارد ماشین میشیم دکمه استارت رو یه دونه میزنیم، میبینید که این آمپر کاملا دیجیتال جذاب میاد که سرعتی که این ماشین میره 300 کیلومتر در ساعت و دنده پشت فرمون داره. به عرض شما برسونم که اینجا یک مانیتور بسیار جذاب ما داریم که لمسی هستش و در این قسمت ما میتونیم دمای داخل کابین رو تنظیم بکنیم که چند درجه باشه و شدت باد تنظیم میشه. اینجا دنده ماشینه که ببینید دنده بسیار جذابی داره که ما میتونیم تو حالتهای مختلف دنده رو تنظیم بکنیم. و یه نکته خیلی مهم، اینجا ما میتونیم که حالتهای مختلف رانندگی رو از اینجا تنظیم بکنیم، یعنی هم میتونیم به صورت لمسی از این قسمت تنظیم بکنیم که چه نوع رانندگی رو میخواییم با این ماشین انتخاب کنیم، آفرود، توی آب، تو کویره یا چه جایی هستش، هم میتونیم از این قسمت تنظیمش بکنیم. بعد نکته جالب اینه که هم اینجا ما میبینیم هم توی این قسمت پشت آمپر وقتی که اینو دستکاری میکنیم اونجا هم تغییر میکنه. میبینید حالتهای مختلف رانندگی رو ما میتونیم تنظیم بکنیم. اینجا این قسمت هایی که باز فیبر کربن کار شده، یه قسمتی هستش که یه شارژر وایلس اینجا ما داریم. بعد اینجا هم دوباره جای لیوان هستش، ما میتونیم لیوان اینجا بذاریم. و این ولومی که اینجا میبینید برای قسمت سیستم پخش ماشینه، یعنی الان که روی رادیوه و میتونیم اینجا ولومش رو کم و زیاد بکنیم و خاموش روشنش بکنیم. دو تا دریچه کولر بسیار جذاب، حالا یا بخاری بسیار جذاب اینجا داریم. این دکمه هم برای فلشر ماشین هستش. و دیگه اینجا هم یه کنسول بزرگ داریم که یک شارژر وایلس هم مجدداً اینجا تعبیه شده. اگه گفتین اینجا چیه؟ اینجا یه دونه یخچال داریم، ما میتونیم نوشیدنیامونو بذاریم اینجا که خنک بشه. یه شارژر وایلس هم اینجا داریم. این دکمه هایی هم که اینجا میبینید بچه ها سقف و باز و بسته میکنه، البته قسمت پاناروما یعنی پرده سقف و باز و بسته میکنه. حالا بازش بکنیم. توی آینه ما دوربین عقب رو داریم، یعنی مانیتور دقیقا دوربین عقبه که اگه ما بخوایم عقب بریم تو این قسمت میتونیم عقب ماشین رو ببینیم که دید بهتری به ما میده، که هم از آینه ها استفاده میکنیم هم از این آینه وسط به عنوان دوربین، یعنی مانیتور دوربین عقب. این نارنجی جذاب برای سرنشین های عقب خیلی تدارک چیده. بیاین بهتون نشون بدم. این دوتا دکمه ای که میبینید برای تنظیم حالت های صندلی عقب هستش، یعنی به این صورت. اوکی؟ اینجا دوتا دکمه دیگه داریم برای مطالعه. میزنیم چراغا روشن میشه، اینم یکی دیگه برای روشن و خاموش شدن هستش. و بالا پایین آوردن پرده شیشه های عقب از اینجا هستش. یه امکانات دیگه هم گذاشته که شما یه دکمه اینجا داره، وقتی میزنید دوتا پرده های عقب رو میتونید بالا پایین ببرید به این صورت. خب اینجام که شما این امکانات رو دارید، نگید که آقای راننده بی زحمت در رو باز کنید، از اینجا میتونید باز و بستش کنید. جای جذاب، جای جذاب این ماشین این قسمته. فرض کنین توی ماشین یه بچه کوچیک دارین که به یه کارتون خاصی علاقه داره، کاری نداره، یه سیم HDMI میاری با خودت، اینجا رو باز میکنی، تشریف بیاری، میزنی اینجا، مانیتور رو روشن میکنی، وصلش میکنی، با این مانیتورا
بچه تو ساکت میکنی. حالا اون امکاناتی که بهتون گفتم روی در هستش، از این مانیتور کوچولو موچولو این وسط هم شما میتونید همه اون امکانات رو کنترل کنید. یه قسمت جذابی که از روی این مانیتور میتونید تنظیم بکنین اینه که صندلی رو میتونید حالتش رو تغییر بدی. وقتی که دلتون بخواد دراز بکشین مثلا روی این صندلی ها و جلو هم سرنشینی نباشه، این دکمه رو میزنین. به همین راحتی این هم میتونید تنظیم کنید و حالش رو ببرید. اینجا یه قسمتی داریم که شما میتونید کولر و بخاری ماشین رو از اینجا برای خودتون تنظیم کنید. هم اونجا میتونید دستی انجام بدید با چرخوندن اینا، هم میتونید اینجا لمسی روی این مانیتور بزنید و انجام بدین. این چراغ‌های مطالعه و تنظیمات زیر پاتون هستش، رنگ بندیش. اینجا هم قسمتیه که شما میتونید این پرده سقف رو بردارید و از اون حالت شیشه‌ای که توی جاده دارید راه میرید و آسمون رو میبینید لذت ببرید. حالا شما یه مسافر کوچولو دارین، میخواین بغل خودتون بنشونین و نیازی به این کنسول ندارین، جمعش میکنین. و اونو اینجا می نشونیم. به نظر شما تا اینجا اومدیم یه استارتمون نشه؟ نشه. بشه. خب بیاین بریم تو صندوق این ماشین ببینیم که تو صندوق عقب این ماشین چه خبره. این قسمت ما میتونیم ارتفاع ماشین رو، اگه ممکنه شما برو عقب، من یه خورده میخوام ارتفاع بدم به ماشین. ببینی ارتفاع رو میتونیم تنظیم بکنیم. حالا میتونیم صندلی‌های عقبم از اینجا بخوابونیم که از این فضا بتونیم استفاده بکنیم. ببینید الان کامل اون صندلی خوابید که ما از این فضا اگه نیاز داشتیم بتونیم استفاده بکنیم. خب دوستای گلم، امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش بکنید، نظراتتون رو توی کامنت ها برای ما بنویسید. اگه به ماشین بازی علاقه دارید پلی لیست ماشین بازی دبی رو میتونید برید ببینید، کلی ماشین های روز دنیا اونجا هستش که فیلماشو میتونید ببینید. و اگر این از دیدن این ویدیو لذت بردید این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. اگر هم برای اولین باره که کانال ما رو میبینید سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی خدافظ.